هزار سال کاشتنش در اومد، خیلی جالب بود. یه گلی بود که حالا با این مدل های امروزیش یه برگ کم و زیاد داشت، حالا اگه این گل مثلا الانیش مثلا 6 بر بود اون 5 بر بود، جالب. میخوام بگم بعضی موقع ممکنه چند سال طول بکشه یه چیزی، شرایط محیطی اینا همه فراهم بشه تا نتیجه بده دیگه، درسته؟ توی زندگی هم آدم همین جوریه، یعنی بچه ای عقل و شعور نداری، پول نداری، خیلی پیر میشی حسوال نداری، پول رو داری سلامتی بدنی نداری. دوره جوانی دوره ایه که اینها عموماً عموم این فاکتورها کنار هم دیگه سرجم میشه، یعنی نتیجه میده. استثنای حالا یه خورده تجربه است که اگه اونم به حرف بزرگتر آدم گوش بکنه لزومی نداره خودش رو تجربه کنه، از تجربه بقیه استفاده میکنه. تو جوانی این شرایط هست، تو جوانی روحیه آرمانی وجود داره. من خودم 10 سالی دارم سخنرانی میکنم، بعد اون صحبت های 10 سال پیش هم میشتم میگم عجب حرفی زدم و به خدا، یعنی میفهم تو این 10 سال تغییر کردم، یعنی الان همو حرفو عمرن نمیزدم. میدونم 10 سال دیگه همین حرف رو جو الانم خواهم زد، میدونم، مطمئنم. یه روحیه‌ای در جوان هست، اون روحیه آرمانگرایی، خیلی ارزشمنده. جوان همیشه همه چی 20 میخوان، چیز توهمیه دیگه، نشدنیه، اما خیلی ارزشمنده، چون باعث میشه یه هدفی رو بر شما مشخص میکنه که شما سمت اون میخواید برید، محکم برید. اگه یه نفر خودش رو به 17 قانع کرد، 17 شد تارگتش، شد هدفش، 15 16 اینا راضیش میکنه. اما یه آدمی که حالا 20 رو هدف قرار داده، 19 19 و نیم 18، یه نمره ارزشمندی میگیره حداقل. اگه به 20 هم نرسه که نخواهد رسید، نخواهد رسید. ما بعد مثل این تو بحث ریاضی، تو رشته ریاضی داشتیم، مثل این مجانبه ها که بی نهایت میل میکنن به یه نموداری اما هیچ وقت بهش نمیرسن، به آرمان ها هیچ وقت نمیشه رسید، اما انرژی میده به آدم دیگه. این آرمانی ما باید هدف گذاری کنیم اما عاقلانه و معقول، تیه طریق کنیم، مسیر رو پیش بریم، با واقعیت ها کنار بیاییم. این روحیه خیلی ارزشمند، به خاطر همین عموم انقلاب ها توسط جوان ها انجام میشه در کل دنیا. شما انقلاب ها رو وقتی بررسی میکنید میبینید اومن دست جوان ها بوده، از انقلاب پیامبرش بگیرید که جوان ها نقش کلیدی داشتن، تو انقلاب خودمون عمرن همین آقایون مسئول با این سن و سالشون اگر اول انقلاب بودند نمیتونستن انقلاب رو پیش ببرن. 100 سال اون فقط یه جوانی که مثلا 8 سال بیه جلو کل دنیا به جنگی شب و روز نشنسی. یکی از اینا برای من تعریف کنم بود، یکی از این عملیات ها بود، میگفت 3 روز نخوابیده بودم. یه وقتی میگم 3 روز نخوابیدم یعنی شما بگو حتی 1 دقیقه. گفت دیگه دیوونه داشتم میشدم. گفت یه جاده با ماشین داشتیم میرفتیم، من منتظر یه بیسیم خیلی مهمی هم بودم، نمیتونستم بخوام. گفت تمام سلول بدنم گفت بخواب. گفتن نه این الان خیانت به کشورم، خیانت به دینم، خیانت به بچه هاست. میگفت یه نگاه کردم به راننده بغل دستم، گفتم این درخت ها رو کی اینجا کاشته؟ گفت کدوم درخت ها؟ یه خودم فهمیدم دارم چرت و پرت میبینم حتی. گفتم تو توهم زدم. خب ببین الان شما میتونی یه نفر که مثلا توی سن و سال بالایی بشه قوی باری این کار رو بکنه، مثلا جسمش اجازه نمیده، کشش جسمی دیگه نداره. این انرژی بالایی که توی جوان اصلا بهتون میگم قبلیشو بگم، یه خورده که سن میره بالا آدم محافظه کار میشه، اصلا دست خودت نیست. یه نفر میگه من اصلا محافظه کار نشو، خالی نبندیه محافظه کار شدی، کمتری نسبت به بقیه باری کلا روحیه جوانی تو هنو حفظ کردی. جوان زود میجوشه، زود سر و صدا میکنه، زود خاموش میشه، زود اصلا این یعنی این سرعت توش خیلی عنصر کلیدیه، تو بقیه اینجوری نیست. این ارزشمند، این باید درست حساب بشه. خطراتی هم داره، یعنی تجربه باید بیا چیکارش بکنه، چارچوبش بده. حالا تو ازدواج بهتون میگم، یعنی تجربه پدر مادر، تجربه بزرگتر و تجربه مشاورین، این ارزشمنده.
وگرنه به شماها باشه، شما آدمای ازدواجی هستید. چند روز ازدواج کنید یه وقت. توان ذهنی خوبی که یه جوان دارید، یا اوجمون بلوغ مغزی شماست، فسفر میسوزونید، انرژی دارید، خوب فکر میکنید. آره شما الان مثلا یه نفر دیگه 50 رد کنه بیاد بهش انتگرال دوگانه مثلا آموزشش رو شروع کن، خیلی سخته یاد گرفتن واقعا براش. همین آدم تو جوونیش مخی بوده ها، یه چیز جدید بخوای بهش یاد بدی بیچاره. من پدر خودم فوق لیسانس مدیریت دفاعی داره، ارتشی بازنشسته است. این اواخری داشت بازنشسته بهش به گیر داده بنواد کامپیوتر یاد بگیرن، بیچاره کرد ما رو دیگه. تو کلاسای کامپیوتر تو پادگان براش میذاشتن، حالا مثلا یه سال مدت بازنشسته بشه، کامپیوتر یاد دادنتون چیه دیگه؟ بعد میومد خونه تمرینش با کامپیوتر بدبخت بیچاره من انجام میداد. یه روز میمدم میدم یه فولدر کلم شیفت دیلیت کرده، دیلیت هم نه شیفت دیلیت، خب یه پارتیشن فرمت میکرد، اصلا بیچارم کرده بود. من میگفتم فقط شما همین رینه ایمو یاد بگی، با آشغالی کار نداشته باشم. آره چند بار یعنی من ریکاوری کردم که بتونم چیزایی رو به دست بیارم دوباره برگرده. رفت که رفت. خب سخته دیگه. شما میبینی همین آدم تو جوونیش وسط جنگ بوده، داشته مدیریت میکرده، داشته کار انجام میداده با یه مش جوون دیگه. این توان ذهنی بالا خب خیلی مهمه، یه کارا هوش میخواد، توان ذهنی میخواد، دیدی؟ یعنی اون حوصله ذهنی. شما الان مثلا با بابازگی میشین یه خورده صحبت بکنید، یه خوابش بگیره نیم ساعت بشه 40 دقیقه، دیگه حال حوصله قاطی میکنه، یه مثلا میگه باشه برو، باشه برو بذار بخوابم. خب یعنی چی؟ یعنی حوصله اینو نداره، یه تمرکز رو نداره که بتونی چیزو پیگیری کنه. شما میشینی با رفیق 2 ساعت تو مدرسه، توی دانشگاه شوخی میکنید، حرف میزنید، 8 صبح روی صندلی چوبی میشینید درب داغون، بعد تا غروب هیچی، همین جای درست حسابی تفریحی و استراحتی هم که نداره. ای بیا مثلا یه کیک کلوچه هم بخور، باز بری سر کلاس، باز بلند شی بیا، همش هم آموزش آموزش آموزش. بعد تو کلاس ما هم مدل آموزش مدل عجیب غریبیه دیگه، یعنی فقط آدم بمباران اطلاعاتی میکنن بدون که ببینن جا میفته جا نمیفته، بعد امتحانای سخت اصلا اینی واقعا این توان میخواد، حیف این توان. من بعضی موقع اینو فردا برام داستان نگام میگم، بعضی موقع صبح این دارم میرم سر کاری جایی میرم، این بچه‌ها دارم میرم مدرسه دانشگاه، انقدر دلم والاشو میسوزه که نمیدونم خدا شاهدم میگم خاک بر سرتون برید. دلم والاشو میدونم چه بلایی میخواد سرشون بیارن، دیوونه میکنن این آدما. الان من یادم میفته مثلا چه چیزایی مثلا به ما میگفتن آقا تو مثلا اینو باید یاد بگیری، همین چه درد میخوردین. یه کارخونه بود آدم مثلا همه رو یه شک به زور میشون رو صحنه، این آدما هر کدوم یه داستان یعنی یه سیغه یعنی تو آوردی نشوندیشون اینجا همه رو یکسان برخورد کنیم. اصلا الان که دارم نگاه میکنم میگم الحمدلله ما جون سالم به در بردیم، روانی نشدیم، شادم شدیم نمیدونم، شادم شدیم خبر نداریم اینا. واقعا این ساختار الان شما میتونی یه نفر بنشونی مثلا بری یه آدم مسنی رو بنشونیشون سر کلاس. من الان شده دیگه سخنرانی دارم، اداراتم دارم، مؤسسات میرم، دانشگاه میرم، هیئت دانشگاه میرم، 3 ساعت 4 ساعت سخنرانی. یادم دانشگاه امیرکبیر یه سخنرانی کردم 6 تا 8 تموم که شد اومدیم بیرون جلوی در دانشگاه تا 11 و نیم شب سر پا سوال و جواب. الان بعضی دانشگاه میرم که سخنرانی ما زیر 2 ساعت نمیشه دیگه، اون کسی که پیگیری سخنرانی میکنه. اما بعضی از ادارات که میریم عشان متوجه میشی مثلا نیم ساعت میگذره دیگه، من خود نمیتونه بشینه، دوست داره ها اما دیگه نه مغزش کشش میده یعنی جواب میده نه جسمش. توان ذهنی خوب، همه اینها رو وقت آدم نگاه میکنم یا آقا بهترین گل وقت زندگی آدمه، گل وقتی که آدم بتونه هدفش رو مشخص کنه. شما مثل یه گلوله اید، کدوموری میخواد شلیک بشید؟ یکم به فکر بکنید، مثلا طرف به جای اینکه این رشته رو تو این دانشگاه بخونه، اون رشته رو تو اون دانشگاه خونده. به جای اینکه با این دختر خانم تو دانشگاه آشنا بشه، با اون دختر خانم تو اون دانشگاه آشنا شده. این مثلا مال جنوب کشور بوده، اون مال شمال کشوره. این یه فرهنگی، اون یه فرهنگی.
اون یه خانواده، اون یه اصلا میگه یا خدا کجا میری، چی میشه، چه بچه هایی و اصلا این چی میگم، یعنی نمیخوام خیلی جبرگرایانش بکنم و اما میخوام بگم که این سرعتی که امروز شما داری تو انتخاب رشتهتون، تو انتخاب اون ورزشی که دوست دارید، تو انتخاب کاری که خوبی که میخواید بکنید، اگر درست انتخاب نکنید به سرعت هم به قهقرا میرید. یه ماشینی که سرعتش پایینه با 20 تا داره میره، حالا یهو یه چرتش هم بگیره پشت رول، یه لحظه بیدار شه ببینه عجب خوابش برده 5 6 ثانیه از جاده بیرون نرفته، اما اون که با 120 تا 140 تا 150 تا داره میره، بعضی اون صحبت یه ثانیه است، یه تا دره. چون سرعتتون بالاست، در پذیرش حقم خیلی خوب و با سرعت میاید، در دوچار این فرقه مرقه شدن و اینجور چیزا هم با سرعت بالایی، در خروج از دین هم با سرعت بالایی پیش میرید. فلزا این تصمیمات مهم زندگی شما 3-4 تا تصمیم بیشتر نیست، اینا رو درست تصمیم بگیرید، معقول تصمیم بگیرید، از تجربیات استفاده کنید، استشاره کنید، مشورت بخواید، سر لج و لجبازی با خودتون نیفتید. یکیش درس خوندنتونه، یکیش ازدواجتونه، یکیش کارتونه، ببینید 3-4 تا هم بیشتر نیست، اما کل زندگیتونو میسازه. یه موقع از شما با یه دختر خانم یا با یه آقا پسر خوبی ازدواج میکنید، یه زندگی خوب دارید، فرزندان خوب دارید، برمیگردید با رضایتمندی به گذشتهتون نگاه میکنید. یه موقع هم هست نه، اکسیتوسین ترشح شده، یه هورمونی زده بالا، آمپر بالا، یه انتخابی انجام داده، 37-8% طلاق هم که همون مال سال اول ازدواجه، یعنی بیش از یک سوم، همون سال اول زوری میتونه اشتباه کرد. اه کور بودی؟ آره دیگه، خب باشه یومی و یوسف دوست داشتن چودم که رو کور میکن. و این باز تو جوانا بیشتره، یا یه گوشی میگیرید یه ما بعد دلتونو میزنه، خوش از زنگ گرفتنتون هم اینجوریه، شاید شوهر کردنتون هم اینجوریه، یا فکر کنید. خب این معیار چی باید باشه؟ اولینش به معنی اولویت، نمیخوام من اصلا بذار با اولویت ها بگم ها، یه خورده خب میگم انزامن، میگم 1-2-3-4-5 به معنی سه، مثلا پنجمی اولویتش چیه، پنجم هم باشد، نه همجوری نشستم نوشتم. اما اینکه واقعا مهمترینه، واقعا مهمترینه، ببینید ازدواج میکنید میفهمید، الان آدم های مزدوج یعنی ازدواج کرده هم توی جمع هستن دیگه، همه این حرف رو میزنن، به خود ما هم میگفتن، اما ما هم به شما میگیم و شما هم به بقیه خواهید گفت، اما خواهشن یه نفر قبل از ازدواج اینو بفهمه، چرا حتما باید خودتون حس کنید؟ یه باید جدی بگید، واقعا ایمان و دینداری عنصر اوله. با آدمی رو انتخاب کنید برای زندگیتون، دین داشته باشه، خدا بفهمه، آدمی که روایت داریم و علیک به ذوات دین، اون کسایی که دین میفهمن برید با اون ازدواج کنید. این آدم اگر تو زندگی فراوانی باشه طغیان نمیکنه. یه طرف ازدواج میکنه، تقریبا توقی میخوره، یکی میمیره، یه ارثی میرسه و یا اینا پولدار میشن، زنه رو دیگه نمیتونه جمعش کنه. نه مرده تا دیروز با پراید این ورمون میرفته، یه شاسی بلند نفته زیر پاش، دیگه نمیتونه تو دور دور جمعش کنی. آره این شناگر خوبی بوده، آب نبوده، گو خدا خر میشناسه شاخ نمیده، و اینا همه رو شاخ میزن. گرفتی چی شد؟ بعضی موقع ها میبینی آدم دیندار وقتی تو فراوانی طغیان کنه، امام فرمود، امام صادق فرمود که این آدمای طغیانگر وقتی خدا آدم بیدین، آدمی که نفاق داره، آدمی که کفر داره، وقتی خدا بهش خیلی بده طغیان میکنه، رم میکنه. یه خورده محل توجه قرار بگیره، گم میکنه خودشو. ای آقا این تا دیروز با ما رفیق بودیم، ما نگاه کنه سلامش کنم جواب ما رو نمیده، جمعشو نداشته دیگه، نفهمیده هرچی شما درخت پربارتر سر بزیرتر، نگرفته، هستن اینو زیادن. چه تضمینی وجود داره شما تو زندگیتون هم اون آدم اینطور نباشه؟ به سراغ آدم دیندار. آدم دیندار تو فراوانی شکر میکنه، بخشش میکنه، گم نمیکنه خودشو، اصیله، ریشه داره. و
بعضی از جایی حالا ما رو من به ندرت خودم سفری میتونم برم، یعنی واقعا وقت نمی کنم. یعنی بگه تو خودت یه سفر خودت مثلا با خانواده رفتی، نه این یکی از ظلمایی که ما داریم در حق خانواده خودمون، نه من دارم میکنم. ظلم که حالا ناخواسته است که چاره نیستش، تا جایی که بشه سعی میکنم و وقت دیگه نمی کنم. خیلی جاها سفر میرم مثلا میریم آقا مثلا توی هتل ما رو دعوت کنن، رفتار آدم ها رو نمیخوام زیر نظر بگیرم فضولی کنم، اما خب دیگه شش میان دیگه چیکارش میکنم. مثلا از این هتلات از این رستورانایی که آزادی هر کار میخوای بکنی بکنی، هر کار بخوان میکنن، آره سلف سرویس هر کار بخوان میکنن یعنی بعد خوردنش وقتی بلند میشی میبینی نصف این میز هنوز بشقابایی که همینجا چیده، این چشش گوشنه است، یه فرصت پیدا کرده خودش رو خفه میکنه. یارو میگن بردنش همچین جایی انقدر خورد، بعد دیدن داره میمیره، گفتن یه انگشتی بزن بالا بیاری حالت خوب شه. گفتن جای انگشت بدی خیاری میکنم اون تو، خب هیچی دیگه نمونده از اینا. این چشش گشنه است، نه کجا معلومه، خدای نکنه نرم با یه آدم دیندار حدود میفهمه، جنتلمنه، با کلاسه، فهمیدی؟ آدم مؤمن آدم با کلاسیه، خوره نیست. من این عبارت ها قشنگ داره جا میفته براتون دیگه، بعضی خورن در و دیوار گاز میگیرن. تو سختی هم باز رم نمی کنه. از اون ور یعنی چی؟ باز امام صادق علیه السلام فرمود بعضی ها هستن وقتی بهشون بدی طغیان میکنن، وقتی ببندیشون مثل سگ تو زنجیرن، دائم پارس میکنن به این ور اون ور، با کوچکترین مشکلات تو زندگی طرف سر صداش بلند میشه. این چه زندگیه؟ غلط کردیم، اشتباه کردیم، خدایا بس دیگه، خسته شدیم. من دست من هیچ کس حاشیه امنیت نداره، حتی خودم. نه واقعا همین جوریه، میبینی طرف سری با کوچکترین ناملایماتی تو زندگی اینا زندگی رفته. من فکر می‌کنم نگاه گوگوری مگوری فانتزی مضحک به زندگی دارید. وای الان ازدواج میکنم، دستمو میگیریم تو خیابون قدم میزنیم، کافی شاپ میریم، بعد این عکس مکس دارم میبینید و اینا دیوونتون کرده، میفهممتون. خب اما این نیست، بچه تب میکنه، اون مریض میشه، اون یکی قهر میکنه، ننه یه چیزی میگه باباش میشه، تازه آدم خودشون نشون میدن. مثلا فکر کن یه هوای اردیبهشتی عالی، نم نم بارونی هم زده، هوا عالی، مثلا میگه بریم یه قدم بزنیم. خب اینجا حتی شما انسانو چه عرض کنم، پرنده های هوا هم دارن چهچه هم میزنن، یعنی غریزه هم میفهمه هوا خوبیه. تو بخونه هوا بد باشه همین جوریه، اون موقع هم اینجوری شروع میکنه مهر در ورزیدن، در پخش کردن در محیط، نه تمام اجداد تو میره جلو چشه. اون موقع است که میگه چه غلطی کردم. یه چیز جالب تو میگم، 6 ماه اول ازدواج یه دوره افسردگی داره. ببین چرا؟ چون طرف ولو تو تمام شناختی هم که داره، اون فرد که میبینه چیز جدید از اون میبینه، یه خورده به شک میفته، میگه انتخابم درست بود یا نه. تموم شده، تمام اینا مال قبلش این فکر رو باید کرد. متوجه شدید؟ و بتونم بگم تو این دوره 6 ماهه تا یه ساله‌ای که بعضا طول می‌کشه، تو بعضی وقت‌ها بیشتر هم میشه، اما مدت همین جوریه. شیطان هم خیلی فعاله. شیطان یک کاری که میتونه بکنه تو محبت به وجود بیاره، نیست که کاری که میتونه محبت بین ببره بین دختر و پسر. تا موقعی که دوست دختر دوست پسرن، رابطه محبت حرام به وجود میاره، پس میتونه محبت به وجود بیاره. وقتی با هم ازدواج کردن همونا چیکار میکنه؟ عکسش، نفرت به وجود میاره. نامردی ها محبت یا نفرت دیگه همون دو نفرن دیگه، تکلیف ما روشن کن. میگه نه، اون برای اون موقع بود، اون نسخه برای اون موقع، این نسخه برای این موقع است. شیطان هم فعاله، میخواد شما رو سرد کنی. نه به تو میگم، یه وقت اشتباه برداشت نکنی. آدم با میگم نه من معیارا رو داشتم، هیچ وقت آدم صدگیر قطعا نمیاد، این الان 80-90 جور بوده، خیلی خوبه الحمدلله. بله این آره، این خلقتش هم نمیدونستم، امروز فهمیدم، حالا درستش میکنیم. اینم از اونور بازی نخورید. یه آدم دیندار مسئولیت پذیره، یه آدم دیندار خیانت بهت نمیکنه.
این آقا پسره نگران خانم خیانت بکنه و خانم نگران آقا پسره خیانت بکنه یا خیانت نکنه. یا آدم دیندار اهل خیانت نیست، تو خیالت راحت باشی، اصلا چه تو باشی چه تو نباشی خدای تو اونجاست. این آدم هرزه نیست که بخواد خیانت بکنه، اینو ویژگی آدم دینداره. زندگی تضمین شده است. معصوم فرمود دختر توی آدم مؤمن بده. چرا؟ چون مؤمنا یه ویژگی دارن، مرام دارن. آدم مؤمن آدم با مرامیه، با معرفته. آدم مؤمن حالا کاسی نفر تو سرش نمیزنه. ویژگی مؤمن اینه دیگه، کیش دیگه ها؟ نقطه مقابلش میشه چی؟ اونا که دائم الضرن منافقن، تو نشونهای نفاق اومده. واژه خلق کردیم هم داره، ترکیب وصفی جدید داره. حالا دائم ورزر ورزر مخ طرف رو پیاده میکنه. اینقدر به ما مراجعه میکنم که دیوونه شدم دیگه دستش. میگم چی؟ میگه دائم داره نق میزنه. آدم مؤمن با مرامه. حالا مرام بخواد جلوتری خود توضیح بدم. مورد دوم که به نظر من خیلی اولویت مهم داره، اخلاق خوبه. شما آقا پسرها خیلیاتون دوست دارید با یه دختری ازدواج کنید که به لحاظ زیبایی مد نظر شما باشه، مطلوب شما باشه، سلیقه‌ای هم هست. یکی چش رنگی خوشش میاد، یکی چش ابرو مشکی خوشش میاد، یکی نمیدونم اینقدر خوشش میاد که اونقدر خوشش میاد. الحمد این درستم هستش. اگه همه می‌خواستن یه سلیقه، کاری هم که امروز دستگاه شیطان داره انجام میده دنیا، می‌خواد سلیقه رو یکی کنه که کار خراب میشه دیگه، چون یه دونه آدم یه دونه از کمه. درست شد؟ همه به اون میل داشته باشن پس بقیه چی؟ مثلا خرابکاری میشه و همه باید خوشون شبیه اون کنن. داره یک کار اینجوری اتفاق میفته. اما بالاخره سلیقه تأثیر داره. خب میخوام به شما بگم اگر شما با اون کسی که فکر میکنید زیباترین آدم رو کره زمینه با او بخواد ازدواج کنید، اصلا چشی هیچ کسی دیگه هم بهش نیفته. خوبه پوشی هم بزنه تو خیام رو بره، فقط تو ببینیش. اصلا تو یه جزیره با هم زندگی میکنید، خوبه دیگه. بیشتر خیلی فانتزی شد، حالم به هم خورده هستم. خب اما حالا اخلاق نداشته باشه در کمتر از یکی دو ماه، حالتون از جزیره آدمه که هیچ، کره زمین به هم میخوره. خدا گواه اینقدر کیس اینطوری من داشتم، به هم رجوع کردن که طرف میگه اصلا من فقط 90% قیافش، 10% حالا ببینیم ننه باباش کیان، خانوادهش کیان، اخلاق من. گفتم دیدمش عاشقش. گفتم چرا؟ گفت من فلان هنرپیشه زن خوشم اومد. اسم کمی هنرپیشه داخلی هم آورد، هر دوتاشون اومده بودن دفتر ما. انصافا هم شبیه هم هنرپیشه بود، یعنی مثلا توی فیلم ها میتونستن اینو جا خواهر اون جا بزنن، توی سریالی فیلمی چیزی. بعد میبرن چی گفت؟ گفتش که من الان از اون هنرپیشه هم بدم میاد، باورتون نمیشه. آره میگم من الان از اون هنرپیشه هم، میگم من انقدر هنر قیافه هنرپیشه داشتم، میگم تمام فیلماشو داشتم، اینو یه روز دیدمش یه جایی، گفتم تموم شد، من همینو میخوام. بعد گرفته بود میگفت الان فیلمای اونم زدم همه رو پاک کردم. یعنی یه کاری باش کرده بود و مقصرم دختره بود، یه جانوری بود. همه واقعا بی اخلاق بد اخلاق. بعد میدید این چی بود دیگه، خدا نصیبش گرگ بیابونی نکنون. خب الهی آمین. هر موقع یه چیزی دید خواستید، دلتون خواست، بعد امکانش هم نبود، بگید اللهم ارزقنا، خدایا خوش بال صاحبش، مثلا این ماشین خوبیه. خب اما چی؟ خدا به ما هم بده انشالله، انشالله خدا بهتون بده. میگه از جا اکم، اگه برای شما یه نفر اومد خواستگاری اومدن، من تردونه، این که رضایت درش داشتید، اون رضایت هم رضایت شخصی نه، اونو بالاخره آدم استانداردهای عقلانی و دینی داره دیگه. خلقه و دینه، اخلاقشو چی؟ دینش. فزوجوها، دختره رو بدید بره. زوجوها اینها دختر بید سری، فکرش هم نکن زود. آره که این خیلی خوبه. هیچ چیزی مثل اخلاق آدمو عاشق نمیکنه. اخلاق بس اینجا خورده صحبت کنم راجع به این چیزا. بس یه مورد پنجم نشدم، مورد سوم بگم که بتونم اینجا صحبت کنم. مورد بعدی دلنشینیه. طرف به دلت بشینه،
حالا که خیلی هم خوشگل باشه اینو بگم، اون آقایی که خیلی دنبال زن خوشگل میگن، خب مال مردم هم هست تو خیابون دیگه، زنه که خیلی خوشگل باشه ملت هم نگاش میکنن. حالا اگه ناراحت میشه میشه یه بحث دیگه است، اون وقت با یه جای دیگه میلنگه. خب بنا فکر بکن این که به دلت بشینه دیگه، حال دیارو به هم نخوره دیگه. حالا چون تو روایت هم داریم که میگه به دلت بشینه، اما اینو دقت کنیم، امام صادق میفهمد اگه فقط زیبایی رو ملاک قرار بدی یا فقط پولو، ببین یه موقع است زیبایی را هم چه ملاک قرار میده، اما اگه فقط زیبایی رو ملاک قرار بدی و فقط پولو، امام صادق میفهمد از هر جفتش محروم میشی. یعنی خدا یه کاری میکنه اون زیبایی واسه اون نمیمونه، یا ازت طلاق میگیره، یا خیلی عجیبه، چون تو اصلا معیار دیگه یه معیار کاملا غریزیه، غریزی ازدواج یا برو کلو. اگر مبنا، مبنا یعنی چی؟ یعنی اون بیس رو دین و ایمان طرف قرار دادی، حالا که نورش زیبایی ثروت خانم براش مهم بودی که مثلا نمیشه تمکری داشته باشه چه اون موقع اصلا، منظور کدوم اصله، میگه خدا اون یه کارم اینجوری درست میکنه برات. خب اینجا میخوام یه نکته رو به شما بگم. ببین راجع به اخلاق خوب داشتیم صحبت میکنیم، ما هممون یه سری رفیق مفیق داریم که باشون حال میکنیم، بچگی هم با هم رفیق بودیم، از دبیرستان، از راهنمایی، دانش. بعد خیلی قیافه اون آدم تو رفاقتمون تأثیر نداره، خیلی جالبه. مثلا ما اصلا بخاطر خوشگلیش باش رفیق نشدیم، یعنی تک اون شاید مثلا اولین بار برخوردی که باش داشتیم مثلا سر کلاس نشسته بودیم با هم دیگه، بعد یه گفتیم که مثلا بعد مثلا چهرهشون جذابیت داره برای آدم، اخلاقش مثلا دیدی حال میکنه با یکی، مثلا شروع شاید بوده اما هیچ وقت اهمیت نشه. رفیق بیریختم داریم، کم هم نداریم، حتی من کم ندارم رفیق بیریخت، هم گفتم رفیقا میشنون یه حالی بهشون داده باشه، اصلا همه رفیقا بیریختن حالا که اینجوری شد. خب حالا نکته ای که میخوام خدمتتون بگم اینو میخوام دقت کنید، پس چرا انقدر باشون حال میکنیم؟ برای اینکه رفیقه. رفیق یعنی کی؟ یعنی که پاد وای میسته. رفیق اون کسی که دستتو میگیره، مچتو نمیگیره. من اینو مثال یه جدی در ازدواج صحبت کردم، گفتم این صبحی هم یه جا نمیدونم امروز همه چی ازدواجی شد امروز، بعد اونجا هم گفتم برای خانواده یه رفیقی داشتیم، بعد هنوز هم خبر داریم از هم، یعنی ارتباط کمتر شده. این قدر اینترنت نمیدونید شما، الان ما دایلاپی بود و داستانی بود. خب مثلا 256 سرعت، یا خدا اومده رو زمین مثلا، این تو اون برهه رفت یه تایپو تاکسی زد 512 کی سرعتش بود، تو کل دانشگاه پیچید، همه آویزون جلو در مغازه این بنده خدا بودن، پولی هم نمیدادن دیگه، میمادن اونجا. رفیقم نیه داداش اینا یه تحقیقی داریم تو سایت بوق، تحقیقاتی تو سایت بوق. شمش گفتم که ببین من یه کاری دارم، میخوام یه دانلود برم از تو یوتیوب اینا انجام بدم. بعد گفتش که باش ساعت 11 بود 12 بیا در مغازه که اینم نش خیلی با هم خوب. بعد من مثلا جز تو رفیقاش جز بهتریناشون بودم، مثلا بچه مثبت و اینا، من شیطون بودم بچه مثبت بودم خودش. بعد رفتیم نشستیم، ما داشتیم کارامون انجام میدیم، خودش لافتشش بند که وسط مغازه، خونه‌شون هم ویلایی، مغازه هم یه در تو توی حیاط داشت، دادم تو کوچه که کرکرش میداد بالا ملت میمادن میرفتن. یهو این پدرش خدا بیامرز مثل کماندوها پرید تو، یعنی یه چی حواله من داده، دمپایی بود هیچ یادم نیست، فقط یه چیز ویژرت شد اونو کش سر و پایین هم در رفتم، من رو همین پریدم، اونم رو هم اونم پرید، یعنی دنبال میخواد بگیره، نمیخواست فقط ترد کنه، میخواست بگیره. بعد از زیر کر در رو باز کردم، کرکره انقدر اونو از زیر کرکره زدم بیرون و همه جو فوش میداد. این رفیق من بنده خدا بیدار شد و نمیتونم سر صدا اصلا نفهمید چی، صبحم زنگ زد گفتش که آقا ببخشید ببین اینجوری شد و نمیشناخت و اینا، رفیقای دیگه میان اینجا تا 6 صبح آویزون میشن، فکر کرد تو هم یکم اونایی. گفتم فدا سرت بابا، این چه حرفی تو میزنی؟ آدم حالا خدا وکیلی مثلا بابای رفیقش هم چی کار کنه، برمیگه میزن تو گوش بابای رفیقش، مثلا یه نارفیقه، برمیگه توهین میکنه به بابای رفیقش، قطعا نه نارفیقه. ببین چی میگم، رفیق یعنی این دیگه. اما چرا زن و شوهرها اینجوری نیستن؟ چون نارفیقه. دیدی بابا چی گفت، دیدی مامانت چی گفت، دیدی خواهرت چی گفت، دیدی داداشت چی گفت، اینا منتظرن مچ بگیرن. بعد این شما نمیدونید اون لحظه اون فردی که شما به عنوان همسر او رو تو این تنگنا قرار میدید، یا
یعنی میخوای چیکار کنی؟ مثلا مثل آدم عقده‌ای میخوای بگی که مثلا من از داداشت بیشتر دوست داشته باش، من از خواهرت بیشتر دوست داشته، بیماری. چون نوع دوست داشتن برادر با شوهر یا خواهر با همسر کلا چیه؟ متفاوته. نوع دوست داشتن، الان ما پدرمون رو یه مدل دوست داریم، مادرمون یه مدل دیگه. پدر پدره، تکیه‌گاهه. مادر مادره با تمام اون ویژگی‌های خوبی که داره، با اون احساسات نابی که داره. جن اینو شنوایی رو بخوای با بینایی مثلا مقایسه کنی، نمیشه دیگه. اما چرا این اتفاق میفته؟ با اینکه رفیق نیستن. یه کشش جنسی اینا رو هم رسونده که کشش جز پیوندهای شیمیایی، جز پیوندهای محکم هم نی، رو هوا میره. یه فلز نافلز خوردن به هم. خب؟ آره. اما اون چیزی در اثر رفاقت به وجود میاد پیوند هیدروژنیه. چی بگم پیونده محکم چی بود؟ یونی بود، هیدروژنی بود چین؟ آره یونیه. آره خب اینا دیگه محکمه، چون آرام آرام شکل گرفته، با منطق و عقل شکل گرفته. بعد دیگه پا اون آدم وای میسته. من کسی رو میشناسم که یه آقایی یه قتلی انجام داد، خانواده مقتول رضایت ندادن و این فرد بعد اعدام میشد. رفیقش که مجرد بود، این متأهل بود، اومد قتل رو گردن گرفت، گفت تو متأهلی، تو زن و بچه داری داداش، برو. سرش رفت بالا دار، یعنی اعدام شد. اون یکی رفیق اومده پیش من گریه میکرد، میگفت من اصلا نمی، من دیوونه شدم بعد این کاری که این آدم برام کرد. از خودش بدش میومد، میگفت چرا این کارو کردم، چرا من باید خب باید میرفتم میگفتم نمیدونم چه و چه و چه و چه. ببین چی میگم، ببین چی کار کرده برای این آدم دیگه. این اصلا تا آخر عمرش ممکنه اینو فراموش کنه؟ ما نگفتیم بمیر برای طرف. اما شما رو توی تنگنا قرار میدی بین خودت و مادرش یکی انتخاب کنه، احمقی. از این خریت ها و حماقت ها خیلی دارم. انقدر من دیدم اینجوری خانواده اصلا پاشیده، دلم داره میسوزه. بس که رجوع کردن دیدم. هی میخواد توی تنگنا قرار بده، تو باید یکی اینا رو انتخاب کنی. چه مدل زندگی کردنه؟ چرا مامانت اینجوری گفت؟ چیکار کنم من محسوس دهن اونم؟ بزنم تو دهن پدر مادرم؟ که ما میخوایم درست بشیم. همه اونا همین جوری، همه خانواده ایرانی متاسفانه عمدتا، همه که غلط میگیم، عمده. بعد تو منبر همین ننه بابا هم همین جوری بزرگ میشیم، همین بلا هم سر بچه‌مون میاریم. این مسئله تو برخی از کشورهای دیگه خیلی کمتره. دختره توی خانواده با این حرفا بزرگ شده، این عمت اینجوریه، این مادر شوهره اونجوری، این بچه اصلا بچگی داره بزرگ میشه میگه خب من ازدواج که میکنم یه جای خالی، اوربیتال خالی هست تحت عنوان افریته، به عنوان مادر شوهر مثلا، یه افریته دیگه تحت عنوان خواهر شوهر. کی میخواد فرشترم بذاری اون تو؟ نمیذاره اونجا بمونه، الکترو میندازش بیرون. یعنی دیگه اون حساسه. این حرفو زد این دیگه خواهر شوهره دیگه. من یه بنده خدا اومده بود همینجوری گفتم شده تو رو خدا پیر پیغمبر 10 تا قسم یه خورده تکونش داد، از اون جوه مزخرفش اومد بیرون. گفتم شده خواهر خودت از این حرفی که خواهر شوهر بده گفته بدتر بهت بگه؟ آره. گفتم چقدر فاصله سنی دارید؟ 2 سال فاصله سنی داشتن. خودش گفت قبل از ازدواج تام و جری بودن با هم تو خونه، خودی میگفت همدیگر میزدیم، نه که فوش و فوش کاری، میگفت گیس و گیس کشی بوده. گفتم با خواهر شوهرت هم از این کارا کرد؟ نه. گفتم با خواهرت اینجوری میشه؟ چقدر طول میکشید آشته کنی؟ گفت بعد از زورش، فرداش. گفتم بچه رو الان 6 ماه شوهرت داره میگه قهرید، 1/10 اون بلارم سرت نیورده. خواهر شوهره دیگه، خواهرمه، فرقش تو همین. یعنی نگاه نجات پرستانیه بابا. خودش قبول داشت میگه اون 10 برابر حرفا رو من زده. همین رو بفهمیم آقا. الان که متأسفانه خانواده اینقدر تعداد فرزندان کم شده، دیگه 70 به پایین ها دیگه، بشه 80 و 90 اینا دیگه نمیشه گفت خیلی این مثال زد، اما تو 60 بیشتر بود. همه خواهر برادر 2 سال فاصله داشتن، بهش میگفته آقا تو با خواهر چطور بود رابطتون تو خونه؟ عموما دعوا بزن سر یه کنترل، سر یه چیز بر. تو با خواهر خودت تو یه خانواده آقا به سرداشتی زندگی میکردی، تولید یه کارخونه اید هر جفتتون،
بعد یه تربیت، یه فرهنگ، یه ننه بابا، یه خاله عمو دایی نمیدونم چی، صبح تا شب دعوا، رفتی دختره رو یه شهر دیگه یه استان دیگه آوردی، انتظار داری هیچ اختلاف نظری نباشه؟ ما دیوونه ایم. یعنی باور کن من بعضی موقع موارد متعدد میرسم به این مسائل که یه سری چیزا واقعا بازنگری میخواد دیگه، کمی فکر بکنید به اینا، یه خود عبیخ بهش نگاه بکنید. بودیم چیکار میکنیم؟ ببین عزیز من، اون کسی که مطلوب توست به لحاظ چهره ای، وقتی میبینیش خوشت میاد، اینجوری یا نفست میگیره یا قلبت به تپش میفته یا گلوت خشک میشه، صدات دورگه میشه، نمیدونم اینا همش میگه بخاطر ترشح چند تا هورمونه، کورتیزول و آدرنالین و دوپامین و اکسیتوسین و اینا هورمونه، خدا آفریده اینا، باید بشه ضربان خونت بره، ضربان قلبت بره بالا، فشار خونت بره بالا، اصلا اینا هر بار که اون رو باز دوباره میبینیش یا بهش فکر میکنی دوباره اینا ای دوباره تو خون تزریق میشه، تو خون ترشح میشه، تو خون ترشح میشه، آروم آروم به این قیافه اعتیاد پیدا میکنی، به این صدا چیه؟ اعتیاد پیدا میکنی، تو معتادی. وقتی باش ازدواج میکنی، نه که دائم پیشته، اثر این نبه میره، تازه مخت کار میفته، این چه اینجوریه؟ یا آقا پسر اومدود میگفتش که باور کن، میگفت ما 6 ماه از زندگیمون گذشت، بعد 6 ماه این فهمیده بود که اومدود به خانمش گفته بود اینجا سر چی شده؟ گفته خلی چلی، حالا چطوره دیوونه شدی؟ من بچگی این زخم رو پیشونه بوده. تو یعنی ما 6 ماه تو خونه زندگیم اینا مثلا سر تو اینجوری؟ آره. تازه این شروع کرده بود چهره رو حتی دقیق تر دیدن، چون متاسفانه تو عاشق شدن بعضن چهره هم دقیق دیده نمیشه. آره اگه راست ببخشید من مجبورم خورده اینو باز کنم، طرف عاشق چشای یه نفر فقط شد، یعنی فقط وقتی روش صحبت میکنه روبرش نیست، فقط به چشاش نگاه میکنه، متوجه شد چی میگم؟ بعد تازه دماغو ببین بعدش. این دختر خانوما فقط کافی شما مثلا بهشون بگید که مثلا وقتی میخندی قشنگی، کلن دیگه این خلا میخندن وقتی با من طرف. یه چی دیگه بگم؟ نه میدونم این فلان فلان شده کلیپ میکنم میرم بیرونم به درک، ما اگه آب از سرمون گذاشته. آره مثلا یا بهش میگی، یا بهش میگی که از این زاویه صورتت قشنگتر دید، یا خودش تشخیص تو این آینه، تو آینه از این زاویه صورتش قشنگه، مثلا میگه با طرف دیگه داره صحبت میکنه اینجوری بابا سن میرن رستوران اینجوری غذا، اونم همین زاویه رو دوست داره. بعد که میرن سر خونه زندگیشون زوایای جدیدی آشکار میشه. خب من اون موقع به غلط کردم میفته، به اشتباه میفته. خب میخوام بگم حتی تو اون انتخاب زیباییتونم اون اکسیتوسین بیشتر موثره تا معیارهای واقعی زیباشناختی. چند وقت پیش یه جا رفتم مهمونی، حالا باز میبینن دیگه، ایبی نداره، چون من همونجا نقد تو جمع کردم، اسمش که نمیبرم بنده خدا، من متوجه شدم یه دختر خانم کم سن و سالی داشتن تو خونه، من متوجه شدم که ایشون هی با خودش نشسته، این دیوونه ها هی داره سلفی میگیره با خودش. بعد من گفتم چی پشت عکسی مثلا چیزی هست مثلا، ولی یه دونه گرفتید مثلا فکر کنید 2 ساعت اونجا بودیم، یه ساعت و نیم داشت سلفی میگرفت، هی عکس میگیرن هی پاک میکنن. خب برای چی؟ برای اینکه اون عکسی که مد نظرشون باید درات که الزاما واقعیت نیست. خب بعد جالب اینجا بود که این یه حالتی هم در میارن که موقع سلفی جدیدن دیدی چیکار میکنن دیگه، دماغشون و لباج اینجوری میکرد و هی عکس میگیره. بعد دختر خوبی هم هست، دختر خیلی خیلی خوبیه، دختر عفیفی و فلان جور چیزا. بعد این تموم شده دیگه، ما داشتیم خدافظی میکردیم، اینا یه آینه قدی دارن، خیلی صحنه بود، رو هوا شکار کردم و همونجا اعلام عمومی کردم، چون من شروع کردم مسخره کردنش، گفتم چه اینجوری مثلا، چه قیافت اونجوری میکنی مثلا، واقعیت ما داریم میبینیم دیگه، تو اینجا فقط خودت میبینی، یه نفر میبینم همیشه که جلو چشت نیستی که خودت، یا عکس تو گوشیت یا مثلا جلو آینه میبینی، دائم صبح تا شب بقیه دارن میبینن، اونا دارن زجر میکشن و اینا.
مزیتش میکنم. بعد یهویی اینجوری که جالب بود، من دیدم که ما داشتیم خدافظی میکردیم و من بلند شدم اینجوری در وایستم جلوی آینه قدیه، اینجوری داشت میچرخید. ببین این آینه قدیه این طرف داشت ما نگاه، اینجوری که چرخید به آینه رسید اینجوری شد. دیدم این ثبت شده تو مخش، یعنی خیلی قشنگ، یعنی هر جو خودش رو ممکنه توی شیشه ای توی آینه ببینه یه قیافه تغییر میکنه میشد. بعد ناخودآگاه داشت حرف میزد اینقدر قشنگ صحبت میکنه، آره خوش اومدی خواهش داره. این یعنی چی؟ این یعنی اینه. پسرم همین هست، پسرم دختره همین جوریده، عاشق چشم روش شده، عاشق نمیدونم یه لبای دختره شده، عاشق دماغ دختره شده، عاشق قد و بالای دختره شده. بعد آروم آروم بعد از ازدواج عادی میشه. متوجه شدید؟ برای چی میگن زندگی تو عقد شیرینه؟ برای اینکه همین دوری دوستیه دیگه. وقتی دم دست طرف دیگه عادی میشه. آره یه بار رابطه جنسی با هم داشته باشن، دو بار رابطه جنسی میشه عادی میشه. یه حس رخوتی هم بعد رابطه جنسی به طرف دست میده، تازه مخش کار میفته، تازه مغزش کار میفته. اصلا ازدواج این عقل آدم رو کامل میکنه، چون تازه بعد از ازدواج مخت کار میفته. خب چون از اون هیاهوهای جنسی و اینجور چیزا فاصله میگیری. الان یه عده زیادی تو مملکت ما مخشون کار نمیکنه، چون فقط تو تفکرات جنسی هن. آره الکی اینا حرف میزنن. من تو دانشگاه گفتم گفتم مرد باشید، انسان باشید، خدا وکیلی راستشو بگید. تو دانشگاه ما خود ما میریم سخنرانی درس میدیم، توی دانشگاه مثلا شما کدوم به پسرها گفتم یه بار گفتم خدا وکیلی کدومتون تا الان مثلا درگیر دخترای کلاس نبودید؟ اصلا. گفتم مرد و مردونه خدا وکیلی یه نفر دستشو، یک نفر برای مثال دستشو بلند نکرد. مگه میشه درگیر نشه؟ درگیر نشه بیماره، نیاز مبرم به پزشک داره. خدا جوری آفریده تو درگیر اون آدم بشی؟ ولی مخش دیگه کار نمیکنه که. از اول تا آخر دیدید این کلاسایی که آقا خانم با هم توی کلاس مثلا هستن، از اول تا آخر متلک میپرنن با نمک بازی در میان. برای چی؟ مگه دخترها ببیننش؟ فقط میخوام مثلا شیرین کاری در میاره، مسخره بازی در میاره، مثلا دخترش توجه کنه. ببین یه چیزی چه بخشش اینا چیز زیستیه. شما بگید مثلا تو حیونا پرنده ها مثلا میخوان جذب کنن جنس مادر، مثلا طاووس شروع کنه پروشه اینجوری. آره بوغلمون نمیدونم مثلا من حیوانا بندگان خدا این عبارت بهتر تیکه پاره میکنن خودشونو، خب برای اینکه توجه مخاطب رو چیکار میکنن جلب کنن. تو آدما همین کارم جنس نر انجام میده، منتها چیه؟ با حرف زدنه، چون زن صوتیه شروع میکنن یه ریز حرف زدن. بعد بلدم چجوری حرف بزنن، یعنی همشون از پخمه تریناشون تا باوش تریناشون یه چیز دارن دیگه، فصلش میرسه شروع میکنن اینا بلد این سه مخ زدن. آره آره حیف تو نیست، آره مثلا این حیف تو نیست، یعنی پیش بیا پیش من. حیف تو نیست یعنی تو یه جا محصوری. گفتی این کانال تلگرامی مثل چیز خندیدی آقای شیرازی هست و کلا قرمزی. آره آقای کیه؟ آقای همساده. آره مثل اون خندیدی قشنگ بود. خدمت شما عرض بکنم که به این میخوام دقت بکنید و این واقعیت، یعنی روی این کانال نوشته بود که وقتی یه پسری داره میگه که حیف پرنده نیست توی قفس باشه، داره بر دختر میرسه، یعنی این که مثلا خود پوشش تو کم کن. معنی تو جهان واقعیتش یعنی این. خب وگرنه آره شاعر میشن، شعرهای خوبی هم میگن بعضن، خب چرت و پرت دست به چرت و پرتشون ردیف میشه. میخوان چی؟ میخوان جذب کنن. آره آره جنگولک بازی لودگی در میاره مثلا، از یه خیلی خنک میشه طرف دیگه، حال به هم میخوره. ببین منظورم چیه، میخوام میگم آدمی هست از لای این رنگ و لعابا بتونه جنس شناس باشه بگی نه
اون زندگیش میبره. چون فرق ما با حیوانات تو همینه دیگه، ما عاقلیم، اصلی ترین فرق ما همین. خب این قیافه عادی میشه، با زیباترین آدم فکر کن تو دنیا هم ازدواج بکنی اخلاق نداشته باشه حالت به هم میخوره ازش. ای کاش بتونم اینو بتونم انتقال بدم، یعنی بعدا خودتون تو زندگی بهش نرسید، قبلش بفهمید. اما اون رفیقه که گفتم الزاما قیافش هم برات مهم نیست، باش رفیقه، حاضر باش جون بدی، برای اینکه رفاقت تو زندگی. وقتی ببینی همسرت پات وایستاده، ببینی پدر مادرت یه چیزی بهش گفتن، انصافاً هم بی‌انصافی گفتن، اما احترامو چیکار کرد؟ نگه داشت، تو روت هم نیاورد. این آدم با مرامی، این آدم با معرفت، این ارزش رفاقت داره. این همسر زندگیه، این مرد زندگیه، این زن زندگیه. آره جوونه، بابای تو سنش کمه، میتونه دوماد خونه است جواب بابا رو بده، هولش هم بده، تو گوشش هم بزنه. دید، سکوت کرد، میفهمی یا نه؟ این طرف ماجرا هم هستش که شریک زندگی ما ممکن نفر فداکاری بکنه، وفاداری بکنه، اما بگه بشکن این دست که نمک، اون یارو نمیبینه. بعضی اینجوری هست، مثل گربه تو میخوای چیز پرت کنی اینجوری چشش میبنده. یعنی من بعضی حالا برداشتایی کردم تو ادبیات میگن نیدم تو کی بود یا کمک، ممکنه جوجه خونتونم بدوزم ببرم. ها بعضی مثل خصلتشون مثل گربه است. آدمت با آدم با حیا، با شرم، با مرام، با معرفت ازدواج بکنه. بله دلنشینم باشه چهرش، ای بده، خیلی هم خوب. منتها برید یه سبزی رو پیدا کنید تو مزبله، تو زباله دون، بعضی موقع دیدی تو لای آشغالا یه دونه گندم افتادم، چه سبز خوشگل اومده بالا. میگه این از آشغال جون گرفته. مورد بعدیه، بله، اصالت خانوادگی، شرافت و نجابت خانوادگی. پیامبر میفرماد میخواد برید زن بگیرید، میخواد برید شوهر کنید، به اعمام و اخوال هم نگاه کنید. این چی؟ میگه عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها رو هم برید بررسی کنید، چون بعضن یک خلقی تو اون خانواده فرهنگه، فرهنگشونو در بیارید. میبینیم میگه خانواده عصبیه، خانواده پر سر و صدایه، خانواده آرومیه. یه بنده خدا یه خانومی از یه خانواده شلوغ و پر سر و صدا ازدواج کرده با یه خانواده بسیار آروم، بسیار آروم. یعنی اگر اینا رو یک ساعت و نیم باشون حرف نمیزدی حرف نمیزدن. میگفت ما با خانواده شوهرم داشتیم میرفتیم کاشان، تو را از تهران را افتادیم تا قم، یک کلمه یک اینا حرف نزد. میگو من داشتم دیوونه میشدم، جاده قم هم چیزی ندارد در دیوونه، با همه کبیره کشور قم داره داشتن رد میشدن. خب بعد اینا اون عوارضی قم کاشانو، نه قم تهرانو، یه برای میسن اونو که دارن رد میکنن، یه رسیدن مثلا به اون میخواستن بایستن اونجا، که میگفت به یک باره من جیغی کشیدم تو ماشین، داد زدم، اینو زدن رو ترمز، چی شده دخترم چی شده؟ گفتم اه بابا چرا شما حرف نمیزنید، من دیوونه شدم، شما چرا اینجا؟ میگم هیچی، یکیشون داشت مطالعه میکرد تو ماشین، اون یکی اصلا نمیدونست. ببین اینا مثلا 3-4 سال از زندگیشون گذشت، گرای هم تازه دستشون اومد، یه خورده دختره آرومتر شد، یه خورده پسره به حرف اومد. و بین فرهنگای متفاوت میگه برو اونا رو ببین. رفته در مثلا یه دختری دیدی، چه دختر خوبیه، بعد میری دایی‌ها رو نگاه کنیم، یا امام زمان اینا آدم خورن. خب سه لحظه آره، یا یه جا یه مهمونی مشترک، یا میبینی یه نفر یه چیزی خود کج گذاشت اونور، بشقابو جریم دیر گذاشت، بشقاب بلند که از وات کوی تو کج تعجب میکنه چه اینجوری، آره آره اینا دایی‌هام اینا. خب حلزاده به دایش میره دیگه، نکن تو همونجوری تو الان پنهان کردی، نکنه بچه من خود به شما بره. اینا مهمه، میفهمم برید بر نجابت خانواده. نگفتم پول داری، نجیب خانواده هست، با فقر داره دست و پنجه نمیکنه، اما حیا، شرم و نجابت و ادب از سر تا پای خانواده میریزه و کاملا قابل تشخیص.
با کسی ازدواج بکنید عاقل باشه. عالم الزاما نه، عاقل. ممکنه دکترا داشته باشه، استاد دانشگاه باشه، اما عاقل نباشه. آدم عاقلی که بفهمه حرفو کجا بزنه کجا نزنه، موقعیت شناس باشه، خیلی ارزشمنده، خیلی خیلی ارزشمنده. تو رفتارش این آدم، تو تحقیقاتی که میکنید این آدم نشون داده. و مهم همین عقل عملی. در همین دیروز داشتم با یه عزیزی صحبت میکردم راجع به یک مشکل خانوادگی که داشتن، داشت با هم صحبت میکرد، گفتم که خب این بنده خدا چرا اینجوریه؟ گفتم من که باش صحبت کردم خیلی آدم باسوادی به نظر میرسید. من با یه بنده خدا تلفنی صحبت کردم خیلی مسلط باسواد. گفتم طبعا این مشکل نمه. گفت حرفاشو ول کن استاد، گفت یه خونمونو ببین که وقتی این قاطی میکنه پدر مادرم از زیر دست و پاش باید بکشی بیرون، حمله ور میشه، چه دهنش در میاد. میگه میگفت نیم ساعت بعدش هم پشیمون، چه فایده داره؟ میشه با همچین کسی زندگی کرد؟ با خود طرف داره حرف میزنه میگه، بعد میره رفیقاش میپرسیم نه همسایه محل بقالی سر کوچه مدرسه آن تحقیق اینجوری. علم نافع داشته باشه، علم نافع، علمی که به درد بخوره. مثلا میبینی با یه خانمی ازدواج میکنی که این آدم کلی تحقیقات راجع به تربیت فرزند داشته قبلا، خب خیلی جلویی، درسته؟ خیالت راحته این زنی که میخواد مادر بچه شما باشه داره. مهم زمان صدر اسم سخن فاطمی هم اگه شنیده باشید حتما گوش کنید، اگه گوش میکنید حتما. همین فاطمی امسال اونجا میگه صدر اسم ازدواج من مثل گوشی خریدن بود. مثلا طرف زنه دختره آمار میداد تو محل به همه، رفته میگم آخو برای ازدواج کنم، گفتن خب بابا این که خیلی اوضاعش میخوام تو به این فکر نمیکنی کی میخواد بچه تو بزرگ کنه؟ گفت خب بچه رو که به دنیا آورد میدمش یک دایه بزرگش کنه. یعنی فرهنگشون اینجوری بود. آرام آرام اهل بیت ما شروع کردن ران که میگفتن با زن ولود ازدواج کنید، یعنی بتونه خودش بچه بدونه و خودش هم بچه‌شو بزرگ کنه. آروم آروم افتاد. یعنی اینم دقت بکنید تو روایت در ائمه میانی ما خیلی روشه، چون حتی اهل بیت بودا این پیامبر داره امیرالمومنین، اما خیلی نمیتونستن بگن، فرهنگ جامعه نمیپذیرفت. یعنی امام سجاد وقتی با کنیزش ازدواج کرد خلیفه نامه نوشت گفت تو آبرو نذاشتی برای عرب، اینقدر مونده بودی میگفتی خوشگل ترین دختران عربو بهت معرفی بکنم. یعنی می‌خواستن این قبهو بشکنن. ببین با چه شرایطی بوده. بعد اون فضا. یه نکته دیگه که به نظرم حتما 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 محل توجهتون باشه، همشأنیه، هم کف باید باشن، خانواده‌ها به هم نزدیک بشن، زن و مرد به هم نزدیک بشن، توانایی فکری، فرهنگی، جسمی، جنسی، مالی، سیاسی، اینا باید متناسب باشه. آیا آدمی که خیلی داغ و هاته میره با یه آدم سرد ازدواج میکنه، اینا بعدن تو مسائل جنسیشون به مشکل میخورن. توی خواستگاری‌ها و توی تحقیقات هم اینا رو که نمیپرسن، اشتباهه. حالا نمیگم مرد پسر پر رو بره بپرسه، نه، مادرش که میتونه بپرسه، خواهرش که میتونه بپرسه، اینا باید پرسیده بشه، اینا خیلی مهمه، بعدم مشکل میخورن. یه آمارایی هم میدن که به نظر میخوره دروغه، آمارای عجیب غریب که آقا مثلا این درصد مثلا 80-90 میگن به خاطر مسئله جنسی طلاق ها، به نظرم الکیه. خب اما خیلی مهمه، تأثیر میذاره. مردی که یا زنی که درست ارضا نشه تو زندگی، اصلا ازدواج کرده یکی از اهدافش همین بوده، بعد معلوم این چش و گوشش میجنبه تو خیابون، زمینه گناه براش فراهم تره. او حق نداره حتی تو این شرایط هم گناه کنه یا اشتباه نکنه، اما زمینه گناه برای این آدم فراهم تره. اینا باید پرسیده بشه. متاسفانه اصلا کسی منو کار نداره بعد به مشکل میخونه. این همشه آمار طلاق مملکت ما، و چقدرش تو همون سالای اول، این خیلی درد آوره. سال اول 37%، سال اول و دوم خیلی زیاده ها، بعضی که سال اول رو رد میکنه این آمار سمت سال دوم فاتحشون خونده میشه. بعد کلی جوان تو اوین پشت زندون به خاطر مهریه های سرسام‌آور دیوانواری که بیا میری دوستی کارت داره. زنگ زد چیکار کنم؟ ببخش جسدن ریجکتش میکنم.
شانس آوردی، من چون هر کی به کار داشت میخوندم، شاید مثلا یا میگفتم بیا نوشته عجی جم کارت داره. خب هم شنیم یه چیزی که خیلی 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 مهمه، یعنی اگه دست خودم بود جز بعد از ایمان میگفتم دوم، روحیه توافق داشته باشه. بعضی جنگندن، یعنی اصلا فیلم کن رفتن مذاکراتی که مثلا با دشمن میخوان مذاکره کنن هیچ امتیازی نباید بدن. بابا توافق اهل وفق باشه، یه قدم تو بیا یه قدم ما بیایم، خب بقول این مشکل برطرف بشه. اصلا من اگه امتیاز بدم امتیاز بعدی هم خواهم داد. فتح سنگر که نیست، جبهه جنگ که نیستش که تو میگم با خواهر برادر خودتون صبح داشتم سر کله هم دیگه میزدید، اونها یه فرهنگی دون اختلاف دارید. یعنی این خیلی مهمتر از تفاهمه، چون تفاهم که اصلا وجود نمیده. تو من که خود با خود ازدواج کنی که بعضی از ما اصلا ما دیوونه با خودمون هم مشکل داریم. خب نمیشه تو با خواهر برادر با هم دیگه مشکل دارن، تو میخوای بری با یه غریبی تفاهم داشته باشی؟ نه، هرچم زندگی پیش بره ممکنه 10 سال از زندگیتون بگذره یهو یه خلقیاتی در همسرتون کشف کنی که تا حالا ندیده بودید، تعجب میکنید. اینجا با آدمی این اولویت باشه براتون، من چی دارم بهتون میگم، اولویت باشه با آدمی ازدواج باشه. گفتم جز مهمترین ها هم است روحیه توافق داشته باشه، آدم کوتاه اومدن باشه، عاقل باشه. اصلا من یه قدم کوتاه نمیام، همینی که هست امروز اگه اینو کوتاه بیام فردا اینجا قشنگ رفته مثلا برجام مثلا بره بنویسی. ای کاش مثل برجامیا روحی توافق می داشتید. این که دیگه اصلا روحی توافق نیست، مورد بعدیه. این دیگه اهل احسان و اینا بودن. میگه با کسی ازدواج کنین، اینا رو از تو کلام در رای بردم و جسارت نه تو روایات و تو قرآن بیرون کشتم اینا. آره، با کسی ازدواج کنید اهل احسان باشه. ببین آدم محسن از عادل بالاتره. عادل میگه هر چی سر جای خودش باشه، نه که یه ذره کمتر یه خورده چی بیشتر. محسن جایی اگه کم و کسری هم اتفاق بیفته با بزرگواری پوشش میده. متوجه شدی؟ شما در مورد اهل بیت اینو خیلی میبینید، در مورد آدم بزرگوار، محسن بزرگوار، آدمی که کرامت داره، عف میکنه. این که میگن عف گذشت ایثار، اینا همش از محسن بودن طرف، از روحیه احسان طرفه. ببین شما میگه که آقا یه سیمین دستش میگه سیمین دستش میگیره، باید اون برق روشن بشه، یه مرزه، میگه یه قدم تو بیا جلو یه قدم باشه. حالا این یه قدمش اومده کارش انجام داده، این به جای یه قدم که مثلا فرضاً 70 سانته 69 سانت اومده، لامپ روشن نمیشه. یعنی انگار کنهو نیومدن هیچ کدوم. اینجا آدم محسن میخواد بگه ایبی نداره، یه قدم و یه سانت من میرم. این روحیه تو زندگی به شدت مورد نیاز. میدونی چرا؟ چون هیچ آدمی کامل نیست. اصلا همسر شما آدم خوبیه، یه روزی اصلا میبینه دنده لج بلند شده، زده مخش قاطی کرده، لجباز شده. خب اون روز دعواست؟ نه، اون روز گذشته. بعضی موقع لجتون میگیره، میدونم با خودتون ممکنه بگید که این دیگه داره پررو میشه، این دیگه نمیدونم چه، این دیگه. خب بابا مگه رفتی با یه نفری که مثلا تو روی داره به نفر میگه ازدواج کنی؟ ما خودم با رفیقامون، اون رفیقایی که گفتم دوستشون داریم، خب با رفیقام بحثمون میشه فراوون، اما به یه دقیقه نمیکشه. مرد حسابی ما رو 2 ساعت کاشتی، کدوم قبرستونی؟ با زنت اینجا حرف زنی قاطی میکنه، خب با شوهرت اینجا ناراحت میشه. آره 2 ساعت فلان به همان انگار نگو بابا اومدم دیگه، حالا چی شد؟ باش شد خب تو من همیشه اینجوری میکنی. ما یه رفیقی داشتیم هنوزم داریم، خدا حفظش کنه. این یه آدم خیلی راحت و رله، یعنی رو مخ بیشه من روحیتم سریع کار انجام شما آروم. نمیشد، من اغراق نمی کنم، زیر نیم ساعت من جلو در خونه اینو علاف نمی شدم. یه بند خدایرم دوست داشت، من میدونستم اول حرفش هم 3 بود دیگه، من اواخر میگفتم باشه، من که نیم ساعت میخوام اینجا ب... به
بعضی موقع ها فهمیده بود که من چون دیگه من فهمیدم نیم ساعت دیر میاد، نیم ساعت دیرتر میام، میگفت چهار من چهار نیمی رفتم اونجا، گفتم مثلا پنج میومد، اصلا رو من بسته بود لامصب، میگم هر موقع بیاد تازه بلند میشد میرفت. منو میخواست دق، من خیلی بد درس میخوندم زمان دانشگاه، یعنی رفیقام هستن دیگه، من نمیتونم دروغ بگم که برمیدنی فضای همشون معترفن، من 10 روز مونده به امتحانا میافتم کتاب میخریدم، خدا شاهد ترجیحاً کتاب نمیخریدم، اگه میتونم ترم بالایی ها میگرفتم. یادم یه بار درس اونم خوب بود، مثلا سر جلسه میگه یک سوالی مشکل داشت، به مراقب میگفتم، مراقب که سر در نمیورد بنده خدا، اون شاگرد زرنگا اگه استاد نمیاد شاگرد زرنگا میپرسن، گفتن که این دارن چرت و پرت میگن، ایراد داره یا درسته. اومد سراغ من، نه من خودم ها گفتم این سه تا سوال اصلا تو کتاب، یه دیدم پخمایی که روز گفت چرا هست، گفتم بابا نیستش تو اینو کجا آوردی، گفتش که هست. بعد من فهمیدم کلا کتاب عوض شده، من کتاب قدیمیه رو خوندم اومدم امتحان بدم اینجوری. من اینکه اینجوری بودم، یادم یه روز امتحان تربیت بدنی دو داشتیم، یک بود یا دو، اومدم در خونه اینا ساعت 12 امتحان داشتیم، من یه پیکان قرازه‌ای داشتم اینو برمی‌داشتم می‌بردمش، ما ساعت مثلا 11-12 امتحان داشتیم، گفت ببین من نخوندم، من 8 بلند میشم خوندن، تو همین 9 اینا برس من بگو چیا مهمه. گفتم بابا باید حفظ کنی، اسم ورزش، اسم ویتامین میتامین، اسم نم چیه، من چجوری بهت بگم. من یه خورده کار برام پیش اومد، مثلا 9 و نیم رفتم اونجا، من بیدارش کردم این آدم، خواب بود، هیچی نخونده بود، همونجا تو راه من فهمیدم، گفتم اصلا خود میذارم تخت کلهش اینجوری رانده میکنم، آخ تو سرت، خب اینم حفظ کن، این میاد، این تو نمونه سوالا رو دیدم اینجوری و فلان، ببین رو مخ همه فلان، اما چرا دعوامون نمیشه رفیقی؟ اصلا با همین خلقیاتش خواستمش، متوجه چی میگم؟ منتها که آخرام هم یه راهی پیدا کرده بودم، میرفتم بهش گفتم این فلانی، من هرچی بیکار باشم جلو دم درتون، در و دیوار یه سکه برشن، اینم سیمان سفید بود دیوار خونشون، هی اس میزدم اینجوری، هی اس میکشنم. آره بعد باباش خدا بیامرزم حساس بود، میگفت آبرومونو بردی باشه، میخوای دیگه این چیه اس اس کردی همه جا رو فلان دیگه، این سر به خاطر اون دخترم که شده بود تا آن تایم شده خورده. خب ببین منظورم چیه، ببین حتی بابا قبول، یه آدم اصلا خلقیاتش میخواد تغییر نکنه، تو اهل گذشت باش، دو قدم تو بیا جلو داداش، قرار نیستش که بریم مچ بگیریم. بعضی تو زندگی اینجوریان، خب اینجوری شد باش، هیچی نمیگه، زرنگه میذارش، یه 6 ماه بعد اون این کارو میکنه، آها الان یادته اونشی، بعد یعنی عوض اونو تمام این عقده که تو 6 ماه تو دل داش میترکید، داش منفعل همرتم که کاری میکنه با یارو که اصلا آدما ببین نگاه کن اولویتاشو متفاوته، بعضی چیزا است برای من و شما مهمه، برای یکی دیگه انقدر مهم نیست. یا ما بابامون ارتشی بوده، میگه حرفو یه بار میزنن، آدم هم حرفو یه بار میشنوه، حرفو چی؟ یا این باعث شده روحیات خود من هم اینجوری باشه، یعنی میگم آقا یه چیز یه بار بهت میگم بعد چیکار کنی؟ متوجه بشی. ایشون میگفت 99% اتفاق، احتمال 1% اتفاق. ارتش میگه، بابا ارتش میگه اینجا خونه است، ما سربازت که نیستیم که. بعد هرچی گذشت این روحیات که زمان جنگ و بالاخره اون تاثیر داشت دیگه، فاصله گرفت، خیلی روحیاتش نرم‌تر شد. الان بعضی موقع ها من آتیش میگیرم، میبینم بابام مثلا با سن و سالی میاد خونه ما با نوش، یعنی با بچه من، بازیایی میکنه که من به مخیلم نمیگنجید، مثلا یک دهمو هرسم میگیره، میگم تو رو قرآن نگاه کن، ما رد میشینیم اکشنش چی اینجوری رد شه اینجوری برو. یه بار یادم حالا ازش اجازه گرفتم و اینا رو میگم، دوستش هم دارم فراوون، خدا انشالله همه پدر مادر رو سایهشون بالا سرمون نگه دارن، از تجربیتشون استفاده کن، نگید دخالت، واقعا خیلی چیزا رو خوب تشخیص میدن، نگاه مثبت داشته باشید، هم تجربیات پدر مادر همسرتون هم تجربه پدر مادر خودتون. داشتم رد میشدم، مادر ما و مادر بزرگم داشتن سبزی پارک میکردن، یه لگنی گشته بودن و اینا داشتن سبزی پارک میکردن، هیچ سبزی میخواستن تو لگنه، تو لگنه چی بود؟ سبزی. من داشتم میدویدم 4-5 سالم، پام خورد به این لگنه سبزی ریخ، سبزی خشک تمیز شده ریخ رو دور میرزون تو، چیزی شده؟ اومد سراغ من دنبالم میکرم، گفت مگه چی شستم؟ میگفت اگه آب جوش بود چی؟ خب ها
حالا من خودم تموم شده چشم، من خودم مثلا ازدواج کردم با همین روحیه رفته بودم سر خونه زندگی. ای خانم این چرا اینجا نی اون وره؟ میگم خب حالا این ور باشه چی میشه؟ این اینجا باشه ممکنه اینجوری بشه. بعد یه خورده نگاه کردم ای راست میگه ها، یه خورده نرمال تر شدم. این چی میگم؟ آدم وفق باید بده، روحیات متفاوته. آدم اصلا خود شلم دیدی مثلا من میگم آدم دو شخصیت ای و بی دارن تو روانشناسی دیگه، میگن ای ها معمولا دست رو از بی ها کمتر عمر میکنن به خاطر فشار عصبی که به خودشون وارد میکنن. نشونه هایی داره، مثلا اینکه یک نفر کارو درست نمیتونه انجام بده، میخوام ازش بگیرن درست انجام بدن، دارن خفه میشن اون نمیتونه انجام بده. اون بیا همونان که نمیتونن انجام بدن. خب مثلا میبینی طرف میخواد یه دونه یه صفحه رو ببنده تو اینترنت، اون زب در قرمز اون گوشی تو گوشه تو ویندوز میخواد بنجه، آروم فلش اینجوری میره اینجوری میره، فلش داره قدم میزنه انقدر بالا اینجوری میره اینجوری ویراج میده میره بالا، آخر گوشه یه خورده اون ورش میخوره، یه خورده تو دیگه چون خواست سکسی کنی یه ماوس میگه زار تق میبندی براش، میگه لامصب درست مثلا. خب این دوتا اومدن با هم ازدواج کردن، دیوونه میشه مرده، دیوونه میشه زنه. اینا رو باید فهمید. این که میگه هم شعنی هم کفی به لحاظ یه سری چیزا به هم بخورن، اینا رعایت کرد. همین خدا در تخت رو جور کرده، ما ایرانی ها ساختیم برای همین بوده، همینجور هم جواب میده. اگه دو تا ای با هم ازدواج کنن در تخت جورن، اگر هم ای و بی با هم ازدواج کنن خدا در تخت رو جور کرده، این یه خورده شله و یه خورده تنده، در مجموع خوبه. خب آقا اینا رو لحاظ بکنید، اینا اصل زندگیه. بید با چی شد؟ دیندار باشه، اخلاق خوب داشته باشه، شرافت و نجابت خانوادگی داشته باشه، نه الزاما پولدار، عاقل باشه، دلنشین باشه، به دلم بچسبه، دلم براش تنگ شه، علم و دانش و علوم نافع داشته باشه، یه علمی باشه که به درد زندگی بخوره، همشأن باشید با هم، همکف باشید، روی توافق داشته باشه، شتاب تو کار خیر داشته باشه. خدا وقتی خانواده حضرت زکریا رو داره مثال میزنه تو قرآن، میگه اینا شتاب دارن در انجام کار خیر. میگه بذار این خانواده ها بعد بریم آدم بره ازدواج کنه، ترجیحاً اهل احسان باشه، فراتر از عادل بودن، محسن باشه، کاستی ها رو پوشش بده، ایثار کنه، گذشت کنه، این میشه زندگی تو، میشه بهشت، لذت میبره زندگی. سوال که فکر کنم همین الان 10 دقیقه پیش گفتن فتیله بکشید پایین، فکر کنم نماز شده ها، نماز چیکار آقا تموم شد جلسه، تموم شد برنامه دیگه، دادن جایزه مایزه میخوام قرعه کشی سفر